أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. برادران بخواهران عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم در هر جایی که هستید لباس عزت و عافیت به سعادتمندی را بر تن داشته باشید. بحث امروزی ما در مورد زنان الگو و نمونه در قرآن است. الله سبحانه و تعالی دو خانم را من حیث الگو و نمونه در قرآن برای ما معرفی میکند. یکی آسیه همسر فرعون است، الگوی شجاعت، الگوی استقامت، الگوی صبر و حوصله و الگوی دعوت است در حقیقت. آیا شما میدانید که آسیه همسر فرعون، فرعون بزرگترین جبار، مستکبر، سرکشترین انسان روی زمین است، کسی که ادعا میکرد انا ربکم الاعلا، یعنی من خدای بزرگ هستم، خدای بلند مرتبه است، حتی خودش به عنوان خدای کوچکم قبول نداشت. ولی از خانه فرعون چنین همسری که هم موسی علیه السلام به اصطلاح وسیله نجات موسی میشه، هم وسیله تربیت موسی میشه، هم به موسی ایمان میآوره، الله تبارک و تعالی شجاعت این زن را و صبر به استقامت این زن را من حیث الگو به نمونه برای تمام انسانهای مؤمن در قرآن بیان کرده. در سوره تحریم آیت 10، وقتی شما در اینجا ببینید آیت 11 سوره تحریم، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، الله مثال بیان کرده برای کسانی که ایمان آوردن، یعنی برای اهل ایمان. چی کسی را مثال بیان کرده؟ من حیث الگو، نمونه از صبر و شجاعت و استقامت و حوصله و پایمردی، امرأة فرعون، همسر فرعون را بیان کرده. زمانی که فرعون خبر میشه که آسیه ایمان آورده به موسی علیه السلام، برش پیشنهادات مختلفی میکند. قصر میخوای برد میسازیم، طلا میخوای برد، هر چی که میخوای آماده میکنیم، خدمه، بهترین غذاهای زمان است، بهترین امکانات زمان خودش میگه در اختیارت میگذارم. و خودش میگه که من خدای امروز هستم من حیث شوهرت یا همسرت. ولی برگرد از ایمانی که به موسی آوردی. آسیه قبول نمیکنه. میگه درست است، اینا متاع دنیاست ولی زود گذر است. آنچه که باقی است، آنچه که وسیله نجات هم می شود، او ایمان بر رب العالمین و رب موسی و هارون است. بنابراین فرعون تصمیم می گیرد تا آسیه را به سختترین حالت از بین ببرد. در اونجاست که دعا می کند، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. پروردگارا پیش از اینکه فرعون مرا مورد شکنجه قرار بده، رب من در بهشت در جوار رحمت خیش برایم خانه ایر آماده بساز و مرا از ظلم ای ظالمان نجات بده. و دعایش قبول میشه وقتی میخوان او را شکنجه بکنن که جان به جان آفرین تسلیم. و این داستان جهتهای مختلفی داره، ولی در یک زمان و فرصت کافی انشاءالله توضیح خواهم داد در یک برنامه. اما آنچه که مهم است شجاعت و استقامت این خانم است. یعنی شما من حیث الگو وقتی در تاریخ انسانیت نگاه بکنید، یگانه کسی که در برابر فرعون مبارزه میکند، پایمردی و استقامت میکند، حتی تا جان دادن مرگ بر حیاتش ترجیح میده با موجودیت تمام امکانات و اسباب و وسایل، او خانم است به نام آسیه همسر فرعون. دوم، زنی دیگری الله تبارک و تعالی به عنوان الگو به ما بیان میکنه، مریم بنت عمران. الگو و نمونه عفت و پاکی است. الله تبارک و تعالی میگه و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. مریم بنت عمران، زنی که به خاطر بقای عزت و عفتش از هیچ چیزی دغدغه نکرد، کسی است که الله تبارک به تعالی در پاکی به عفت و طهارتش شهادت میده. این خانم الگوی طهارت و عفت و پاکدامنی است برای همه انسانهای مؤمن، مثل که آسیه الگو است برای انسانهای مؤمن در شجاعت و صبر و استقامت و مبارزه، مریم هم الگوی عزت و عفت و پاکی و طهارت است. پس عزیزان من، زن هم میتواند بهترین الگویی باشد برای مردان، بهترین مشاوره باشد، بهترین همسره باشد، تسکین دهنده باشد،
نقش بارزی دارد در ابعاد مختلف زندگی انسان، در تجارت، در سیاست، در مشورت، در نمونه و الگو بودن. نگویید که این زن است حرفش قابل قبول نیست، رفتارش قابل قبول نیست. من این دو نمونه را بیان کردم، گرچه در قرآن دیگه هم وجود داره. داستان بلقیس در قرآن وقتی بخوانید شما، داستان همسر ابراهیم علیه السلام را بخوانید. زن حتی در عبادت الگو هست. در عبادت شما وقت قضیه حج را ببینید، اکثریت موارد حج در یک نقش قدم یک خانم حرکت میکنید. شما وقتی در صفا و مروه قرار میگیرید، جایی که همسر ابراهیم علیه السلام دنبال آب سرگردان بوده، اگر تاجر باشی، فقیر باشی، حاکم باشی، عالم باشی، هر کسی به هر سویه‌ای که باشی، در صفا و مروه باید نقش قدم یک خانم قدم بزنی، دوش بکنی، بدوی و شخصیتت هم کدام اعتراضی نداره تا ای که حجت قابل قبول رب العالمین باشه. پس نباید دست کم گرفت. زن هم میتواند الگوی خوبی برای مردان باشد، موفق و کامیاب باشد.